در اینجا از دکتر بینا درخواست میکنم که بحثشون رو شروع کنن. سیروس عزیز، و همونطور که میدونین ایشون در رابطه با بحران سراسری انباش و بازتابان در عرصه مالی جهانی صحبت خواهند کرد، و اگر مایل هستین دکتر بینا در رابطه اینکه بحثتون رو به چه صورت میخواین پیش ببرین هم لطف کنین در آغاز بگین که دوستان بدونن. بفرمایید، میکروفون در اختیار شما. تشکر بسیار از شما پرواز عزیز، تشکر میکنم به حال از معرفی، ولی این اجازه رو باز میخوام که از پرواز گرامی، دوست و همکار عزیزم و همکاران او در این پالتاک که پالتاک با سابقه و متعهدی بوده سالهای سال، قدردانی کنم. بسیار بسیار خوشحال هستم که موقعیت پیدا کردم که در این جمع صحبت کوچکی بکنم. خدمتتون که عرض بشه، برنامه کلی که به هر حال تو ذهن من هست و صحبت کردم با رفیق گرامی که چگونه جلو بره، این است که به هر حال ما وقت چندانی نداریم و بهتر هست که من حدوداً یک ساعتی حدوداً صحبت کنم راجع به مسئله انباشت سرمایه و بحران عظیم، به طور کلی بحران عظیمی که هنوزم تموم نشده. این مقدار نکته های تئوریکش رو فرموله کنم، چارچوبش رو در قسمت اول، و در قسمت دوم بحثم تو همون یک ساعت بگنجونم که چگونه تحولاتی که به صورت عملی ما جلو چشممون میبینیم و این چیزهایی که دیگه همه میدونن عملا در تلویزیون و روزنامه ها و این رسائل ارتباط جمعی همه فهمیدند و با گوشت و پوست خود احساس کردن در مجموعه جهان. این هم یه نگاه خیلی خیلی اجمالی، فقط اشارهی بکنیم که به اصلا وقت زیاد تلف نشه و بعد احتمالا باز بشه برای سوال جواب، و بعد من اگه بتونم جوابی به سوالات بدم، و بعد از اونش احتمالا لازم هست که رفقا شرکت کنند، و خیلی مهم هست که اینا خلاقش بکنیم با کانتریبیوشنتون به قول فرنگی ها و شرکت در این صحبت، و دوست دارم نظراتتون رو بدونم و به این ترتیب اون قسمت رو هم اجرا بکنیم، و بعد اگر که احتیاجی شد من در نهایت یک صحبت کوچکی بکنیم برای خاتمه. خدمتون که عرض بشه، بذارید من این صحبت رو با یک دو بیتی از حکیم عمر خیام نیشابوری شروع بکنم. دلیلش هم احتمالاً متوجه خواهید شد که در رابطه با بحران سرمایه‌داری که چگونه می‌سازد و می‌شکند رابطه پیدا می‌کند. جامی است که عقل آفرین می‌زندش، صد بوسه ز مهر بر جبین می‌زندش. این کوزه‌گر دهر چنین جام لطیف می‌سازد و باز بر زمین می‌زندش. خدمتتون که عرض بکنم با این مقدمه، با این به اصطلاح شروع، علاقه دارم که یک پیش درآمدی رو خدمتتون عرض کنم. معمولا در صحبت‌های جمعی پیش درآمد لازم هست. این پیش درآمد به این ترتیب هست، در مورد بحران هست که خدمتتون می‌خواستم عرض بکنم که بحران رو حالا تعریف میتونیم بکنیم و نگاه بکنیم، دقیق تر نگاه بکنیم. بحران رو در حقیقت باید به فرمی شناخت که مدار سرمایه رو میشکنه، یعنی در این فرایند بحران به اصطلاح این دور یا مدار سرمایه میشکنه به طور کلی، و در رابطه با شکستن مدار سرمایه هست، و بعدن هم در همین پروسه یا فرایند به اصطلاح تعمیر کردن
مدار سرمایه هست که این بحران معنی به خودش میگیره. اما بحران معنی نمیتونه داشته باشه غیر از این جریان. خدمتتون که عرض بشه در این مورد بحران ها، یک اجازه بدید که شما رو بندی کنیم که بتونیم دقیق تر بریم. بحران های دوره ای اقتصادی معمولا نتیجه تضاد در تولید ارزش اضافی هستند که در رابطه با تحول فراگیر تکنولوژیک به وجود میاد. یعنی ما بحران ها رو اگر بخوام نگرشی پیدا کنیم، عمیقا بهش برخورد بکنیم و صورت ظاهر به اصطلاح بیرونیشو از دقیقا از اونجا شروع میکنیم، ولی اون رو به خود خود به عنوان مد نظر قرار ندیم که همون هست، از تولید ارزش اضافی باید صحبتی بکنیم، یعنی در اونجا نگاه کنیم تضاد رو. دوم این که بحران همونطور عرض کردم از شکستن مدار سرمایه در تقاطع یا در تقابل تکنولوژی جدید با تکنیک های متعارف به وجود میاد. یعنی تحول تکنولوژیک هست، حالا این برحال در ما با افراد یا رفقایی در این تالار، حالا اتاق گفته میشه برای تالار، سرکار داریم که خودشون دست‌اندرکار این مطلب هستند، بهتر میدانند که این تحول تکنولوژیک خیلی مهم هست که در رابطه با این شکستن مدار و ضمناً مسئله بحران میتونه مورد توجه واقع بشه. سوم این که بحران فرایندی هست که بین ارزش تولیدی در چارچوب تکنولوژی موجود چه کار میکنه؟ با در رابطه قرار میگیره، یعنی وصل میکنه تکنولوژی رو، این تکنولوژی موجود رو در تقابل قرار میده با تحول تکنولوژی جدید که به صورت یه پلی میشه که ارزش اضافی جدید رو بر اساس تولید مشخص سرمایه‌داری در رابطه با تکنولوژی جدید میسازه. یعنی قوای نو تنش میکنه به اصطلاح خودمون. این خیلی اهمیت داره که این گونه به بحران نگاه کنیم و در حقیقت برای همین هم است که مدار میشکنه بر اساس این تضاد و بر اساس این تقابل تکنولوژی جدید در مقابل تکنولوژی متعارف. اینها در حقیقت به صورت ماسک هایی هستند که باید ما بهش نگاه بکنیم، که وقتی میگیم تکنولوژی ماسک هست، در حقیقت این ماسک رو به کنار بزنیم که این خود تکنولوژی در رابطه با تقابل سرمایه ثابت هست با سرمایه متغیر، به معنی دیگر کار مرده هست، کاری که انجام شده هست در تقابل با کاری که کارگران، طبقه کارگر در مجموعه جهان در حیطه سرمایه‌داری انجام میده. این تقابل رو ببینیم، این ماسک زده شده به صورت تکنولوژی، یعنی تکنیکی میبینیم، برای تکنیکی دیگه و حرف توش نیست، در این رو بزنیم کنار که ببینیم که رابطه اجتماعی در اینجا مشخص بشه، که اینجا ما بریم به اون چارچوبی که این رو سلسله جنبانش هست به قول فرنگی به مذرد نکنم قدیمی ها، و این مسئله خیلی مهم هست که ما توجهش بکنیم. خدمتتون که عرض کنم مسئله این که در بسیار نکته آخری که خواستم توی این پیش درآمد عرض کنم، بحران به هیچ وجه معادل براندازی سرمایه‌داری نیست. حالا اینه چرا عرض میکنم، دلایل زیاد داره، یکیش این هست خیلی سریع بگم که در اوائل قرن بیستم هم اونا که به ادبیات مارکسیستی آشنا هستند اساسا میدونن که خب افراد بسیار فرهیخته انقلابی که حرف نداره دیگه، روزا لوکسامبورگ دیگه شوخی بردار نیست که ها، اصلا این حرفا نیست که، لنین مثلا ها، لوکسامبورگ در حقیقت و
حضورتون که عرض کنم یکی دو نفر دیگر که الان اسمشون در ذهنم نیست، هاینریک، یکیش تو ذهنم برگشت، هاینریک گروسمن مثلا، حضورتون که عرض کنم یکی از افراد بسیار خوبی بستا در مورد اقتصاد سیاسی بوده است و در اون زمان صحبت از تئوری بریکدان کردند در سرمایه داری و وقتی در رابطه با بحران ها صحبت میکردند. حالا این به هر صورت که فکر بکنیم مسئله بریکدان یعنی فروپاشی اصلا معنی نمیده که در رابطه با بحران باشد. فروپاشی در حقیقت در یه رابطه ای باید باشه، یعنی براندازی سرمایه داری، این مدرش این بوده دیگه، چون مرحل انقلاب رو میخواستن نگاه بکنن، مخصوصا لوکزامبورگ و بعدم لنین، روش مشخصا نگاه بکنید که برها تحول عظیمی بدن که این سیستم جور و ظلم رو برحال در اون زمان هم بوده است دیگه ها، به اون معنای کاملش نبوده است ولی برحال بوده است ها، این رو در حقیقت دگرگون کنند اساسا و خب با روی انقلابی و خب این نمیتونه باشه از راه علمی. بحران در حقیقت یه مکانیزمی هست که این مدار سرمایه رو جوون میکنه، ریجوینیت، فرنگش رو عرض میکنه، ریجوینیت میکنه. این که براندازی باید باشد، براندازی از مبارزه میاد، مبارزات طبقاتی به خصوص طبقات زحمتکش و کارگران اساسا، ولی همه گیر باید باشه، یعنی در حقیقت این که بخواد تحولی ایجاد بکنه فقط هم کارگران نیستند، حتی در اگر مرحله انقلاب هم سوسیالیستی در نظر بگیرید اساسا این خیلی اهمیت داره که نگاه بکنیم که سرمایه‌داری رو باید انداخت. این خیلی ساده است گفتنش البته، ولی منظورم اینه که این نیست که بحران میاد میندازتش، کما این که ما در این بحران عظیم فراگیر در این چندین سال گذشته از اواخر 2006 بود، فرنگی عرض میکنم که چون جهانی بوده میلادی خدمتتون که عرض بکنم انجام شده، خب نزدیک 10 سال تقریبا ها، در اون زمان زمان قدیم تر خب در همون 2006 بود، من مصاحبه داشتم در یکی از رادیوهای مینسوتا که این پخش میکنه، رادیوهای دیگر رو هم در بر میگیره، 20 دقیقه حدوداً بود که در رابطه با به اصطلاح رکود صحبت میخواست بکنه، سوال بود و من گفتم این بحران بزرگی داره در پیش خواهد بود در اون زمان و پرسید که خب این چقدر ممکنه طول بکشه، جواب من این بود که شما دقیقاً نمیدونیم چقدر میتونه طول بکشه ولی احتمالاً معادل همون سالهایی است که در بحران بزرگ 1929 که تا سال 1939 طول کشید معادل اون احتمالاً خواهد بود، که به هر حال به همون منوالم که دیدیم داره همونطور پیش میره. پس این هم در حقیقت در رابطه این بود که بحران رو نمیشه صحبت ازش اینگونه کرد که خب خودش براندازی میکنه، به اصطلاح بریکدان میکنه سیستم رو، این در حقیقت مدار سرمایه رو نو میکنه. چگونه نو میکنه؟ با بکارگیری تکنولوژی جدید که تکنولوژی قدیمی رو به کنار میزنه و در این حیطه هست که ما از مسئله رقابت فراگیر سرمایه باید صحبت کنیم، که رقابتی که هر لحظه بیشتر و بیشتر می شود بین سرمایه داران از یک طرف و بین مجموعه کارگران، طبقه کارگر و مجموعه سرمایه داران، طبقه سرمایه دار از طرف دیگر انجام میشه توامان به طور کلی. حالا من وارد مسئله رقابت نمیشم و شروع میکنم از یک سلسله اگر اجازه بدید دیدگاه هایی که بحران رو به اصطلاح فرموله کرده، از بعد از جای مارکس خودش و بعدم از در طول تاریخ طولانی قرن بیستم. خب بگذارید اولین فرمی رو که به نظر میاد که بحران رو فرموله کردند این رو عرض کنم خدمتتون.
برای که این را بتونم دقیق تر بگم، مجبور هستم یه اشاره به ریکاردو بکنم، دیوید ریکاردو، یکی از اقتصاددانان بسیار مهم کلاسیک بوده، که وقتی صحبت میکردن صحبت کردن باهاش، یک توری داره که در رابطه این هست که چرا نرخ سود پایین میفته، و خب او این نکته رو میگه که سهم کارگران اگر بیشتر بشود در مقابل مثلا ویج دستمزدهای مجموع دستمزدها بیشتر بشود، سهم اونها در توزیع در مقابل سهم سرمایه داران که نرخ سود هست و سود هست به طور کلی و نرخ سود ها، این نرخ اگر نرخی در نظر بگیریم، اون وقت ببینیم که خب این وقت اون زیاد بشه اون نرخ سود کم میشه و به هر حال این بحران وجود میاد. یعنی همچین حالتی به عنوان بحران مانند ریکاردو فرموله کرده در اون زمان. تعدادی که دنباله کار ریکاردو رو گرفتن که به نوع ریکاردیان ها معروف هستن و صحبتاشون هم وقتی میشنوید احتمالاً یک کمی هم به مارکس میخوره و این حرفا رنگ و لعاب داره در حقیقت مارکس، و البته یکی از استادان بسیار بسیار بزرگشون به نام رونالد میک خیلی معروف، استاد خود من هم بوده است در یک سالی که من در امریکن یونیورسیتی دوره دکترا میدیدم، ایشون از دانشگاه منچستر که درس میداد واسطه شده بود، یه سال اومد در دانشگاه درس میداد، من شاگرد اون بودم، به هر حال میشناسم خدمتتون که عرض بشه اونها چه میگویند نورکاریان ها در مورد اینکه بحران رو بخوان مثلا آنالیز بکن، تحلیل بدن که از کجا میاد. یادمون باشه که ما دنبال رابطه علت و معلولی میگردیم. ما بحران خب همه میبینن، شوخی نیست که اونایی که بیشترم به اصطلاح دستشون تو کار هست و این حرفا خب ضربه هم میخورن، به اصطلاح این چوبش هم میخورن یا میبیننش، به هر حال دیگه آمی شور بعدا نیست که، ولی این که رابطه علت و معلولی رو ما بتونیم انگوش روش بذاریم پیدا کنیم اهمیت داره. در این رابطه علت و معلولی صحبت از این میکنن که عدم تعادل در توزیع هست که این بحران رو وجود میاره، نورکاریان ها بیشتر این کار میکنن. یعنی چه کار میکنن؟ یعنی در حقیقت به قول فرنگی ها اسب رو میذارن پشت کارت، putting the horse behind the cart، یا اینکه نه الان از اون ور میزنه وارو نمیزنن، مثلا فارسی شده هم در نظر بگیرید، در حقیقت رابطه علت و معلول رو وارو نمی کنند که توزیع رو که خود نتیجه از پروسه یا فرایند تولید هست این رو نمیبینه، همینطور صحبت از توضیح میکنن، دیگه این رو نگاه نمیکنن که به زعم ما حداقل نگاه بکنیم، دقیق نگاه کنید تو هر سجل داس کاپیتال میبینیم که رابطه علت معلولی میخواد برقرار بکنه که تولید رو اساس میگیره، که تولید رو میگه خود توزیع خود را میسازد، به درستی هم میگه ماکس، و به این ترتیب بحران به این گونه میبینن. تعدادی از اینها هم افراد بسیار فرهیخته بودن که اخیراً هم در حقیقت نکه اخیراً واقعا چندین سال پیش در آکسفورد هم درس میدادن، سر کلیف یکیش بود و دیگران دیگران دیگر. پس این یک نوع نگرش به بحران هست، تئوری بحران هست. بحران نوع دیگر نگرش نوع کم مصرف کردن هست، under consumption گفته میشه، که به خاطر این که مصرف زیاد نمیشه، کالاها تو بازار باد میکنه به اصطلاح خودمون دنبارها، و کسی نمیتونه بخره، و به این ترتیب خب کم مصرف میشه، و مصرف کم دوباره در حیطه اصطلاح چرخه اقتصادی نمیگرده. این نایی که اقتصاد کینز رو بیشتر میدونن، خود کینز، جان مینارد کینز رو میشناسن، یکی از بزرگترین استادان قرن 20 بوده و در این حیطه یکی از اندر کنسامشنیستا بهش گفته میشه، خب خیلی معروف هم هست، که بحران رو اونگونه میبینه که از کمی مصرف هست. اساسش هم این هست که حالا یک نقطه اضافی هم عرض بکنم که صحبت از تقاضا میکنه، تقاضا حتی مهم هست، تقاضا عرضه هست و مهم هستن، در یه حیطه هایی هم من صحبت کردم در این سری دوره اقتصاد سیاسی که الان دهمیش هم بیرون آمده، حدود 21 خواهد بود، خب اینا رو یه مقدار هم تشریح کردم و خواهید دید اگرم ندیدید، ولی اساساً خب این تا
تقاضا اهمیت خاص داره، ولی نه اینکه تقاضا همه چیزو میچرخونه. خب اگر اینگونه بگیم، وقت بحران هایی رام که به فرموله میشه به پیچ میاد و نتیجه میشه در پروسه انباشت سرمایه، ما باید به این فور ببینیم این اندر کانسامشن هست، به اصطلاح کمی مصرف هست به طور عمومی در اقتصاد کلان هست که باعث ایجاد بحران میشه. خب اینو در نظر بگیرید که بعد برمیگردیم ببینیم که خب چیزی که خب اونایی که تکنیکی کار کردن میشناسن، اونایی که دیکتاتور کورس گرفتن تو اقتصاد اونا هم میشناسنش. ولی حالا برگردیم ببینیم که خب این آدمای مبارز انقلابیون ما افرادی مثلا فرض کنیم مثل روزا لوکزامبورگ چگونه بوده ها در مورد این جریان. شما وقتی نگاه میکنید به اکومولیشن کپیتال به سنباش سرمایه روزا لوکزامبورگ دقیق بخونید، در اونجا از لابلاش میتونید اندر کانسامشن رو بیرون بیارید، یعنی میتونید به اصطلاح بحران که صحبت بحران میکنه و تیم حرکتش در حقیقت خب کارهای دیگه کرده که بسیار درست هم هست، ولی این نکته فقط روی بحران هست. این رو میبینیم که از کمی مصرف رو توش میبینیم اندر کانسامشن رو. احتمالا لنین هم این رو داره، حالا من واردش نمیخوام بشم، این الان مسئله لنین نیست. خدمتون که عرض بشه، پس اینم یک نوع نگرش به بحران هست از نظر تئوریک. یک نوع دیگه عدم توازن رو میگفتن، عدم توازن بین دپارتمان یک و دپارتمان دو. حالا دپارتمان یک و دپارتمان دو کجاست؟ این اونایی که به هر حال رفقا میدونن که در چی صحبت میکنم، در جلد دوم سرمایه ماش صحبت از تقسیم بندی تولید و مصرف میکنه. اونجا مصرف رو دپارتمان مدرد میخوام تولید رو دپارتمان یک میگه به اصطلاح اطلاق میکنه و دوم رو مصرف، و اینا خب به هر حال در رابطه با هم هستند. در اینجا این تئوری بحرانی که میخوام خدمت عرض کنم، اینا که به این فرم نگاه میکنن صحبت از این میکنن که یه حالتی عدم توازنی بین این دو تا دپارتمان ایجاد میشه و بحران ایجاد میشه، یعنی بهش میگن دیسپروپورشنالیتی کرایسیس. که خب بیشتر شما آشنا هستید باش، شما تو مانتو ریویو اگر در رابطه مانتو ریویو و زندیات پالسی ویزی و کارهایی که در اونجا در اومده نگاه بکنید، از این چیزا صحبت شده اساسا ازش. پس اینم یک نوع نگرش به بحران از نظر تئوریک در رابطه با مسئله علت و محلول. یکی دیگه بحران به سبب ازدیاد تولید هست، اوور پروداکشن بهش میگن، و خب میگن زیاد تولید میکنه خب به حال بحران میشه دیگه. اینم دقیقا نگاه بکنید بهش میبینید قرینه همون اندر کانسامشن هست، به اصطلاح کمی مصرف هست. از اون بعد نگاه بهش بکنید، حالا میگه چرا تولید زیاد میکنه؟ میگه به خاطر نرخ سوده، به خاطر که سود بعد سود آوریه. البته درسته که سود آوری باعث این کارا میشه، ولی میخوام برگردم که نشون دادم که این رابطه ها رابطه های ریشه ای علت معلولی نیست. حالا ممکنه تئوری های دیگه هم از بسیار کامبینیشن یا سرهم کردن یکی بر دیگری وجود داشته باشه که مثلا این بحران رو هم ما اونگونه نگاه بهش بکنیم و غیره و غیره، ولی میخوام برگردم به مارکس که ببینیم مارکس چه گفته و اگر گفته چرا درسته یا درست نیست. حالا نگاه میکنیم خدمتتون که عرض کنم، چون که مارکس از تولید شروع میکنه، ببینن خود کلاسیک هم از تولید شروع میکردن، اونا بیچاره کار درست سالی کرده بودن، حالا اگر اشتباه دیگه داشتن بحث دیگریست. تولید اهمیت خاص پیدا میکنه، چون اگر تولید نباشه توضیعی نیست، چه اگر تولید نباشه مصرفی نیست. خب به هر حال تولید اهمیت خاص داره، اونجاست که تکفی حساب میشه، اونجاست که همطور که صحبتم کردم تو همین صحبت های دوره اقتصاد سیاسی که تئوری ارزش رو که فرمول کنه مارکس در حقیقت در رابطه فقط با سیستم قیمت گذاری نیست، بلکه در رابطه با مبارزه طبقاتی است. یعنی اونجا طبقات دو طبقه اهمیت دار پر اهمیت سرمایه‌داری در مقابل هم روی وامیستن، در هر گوش و کنار وامیستن، و اونجاست که اساسا تعیین تکلیف میشه. و به این ترتیب هست که اگر از تولید شروع بکنیم و بحران ها رو هم
در همون چارچوب تولید ببینیم که چگونه می شود که این تولید خاص، تولید سرمایه‌داری باعث بحران می شود. خب این اهمیت خاص داره که نگاه بکنیم ببینیم که این تولید سرمایه‌داری چیست. شما اگر مثلا برای نمونه نگاه بکنید به اصطلاح مدار تولیدی سرمایه، یعنی مدار کلی سرمایه که اساسا تو جلد دوم کپیتال هم نگاه بکنید هست توش، ولی اینو هم شمایی عرض میکنم چون اینجا تخته و چیزی هم نیست جلومون که بتونیم بنویسیم روش از این کارا بکنیم. حالا آشنایی دارید، میدونم مطمئنا خیلی آشنایی دارن، فقط اشاره میکنم که بتونم از اون استفاده بکنم. دور به اصطلاح مدار سرمایه از پول شروع میشه و به خرید نیروی کار مبادرت میشه و ابزار کار تولید. اینجا در نظر بگیرید که وقتی میگیم از پول شروع میشه، ما صحبت از پول کردیم، یعنی سرمایه به فرم پولی. عرض کرده بودم در صحبتهای تو دور اقتصاد سیاسی که سرمایه به طور کلی سه فرم میگیره به خودش و این فرم ها تبدیل به هم میشن. تبدیل و تبادل فرم ها و تحول اون هست که حرکت انباشت رو به کار میندازه. سرمایه چیز ثابتی نیست که همطوری ثابت و ثابت معنای ناپویا عرض میکنم اینجا نیست، پویاست به این معنا. خب وقتی این سرمایه به صورت پولی در بازار نیروی کار رو میخره، ابزار کار رو میخره، پس کالا ایست دیگه، اینا کالا هستن، اینا با هم در حقیقت ادغام میشن، مرتب میشن، در رابطه با هم قرار میگیرن، ارگانیک به صورت کالا هستن، میرن در فرایند تولید قرار میگیرن. در این فرایند تولید هست که این کالاها چگونه میشوند، این کالاها تبدیل و تبادل به چیزای ساخته شده میشه و این چیز ساخته میشه ازش و بعد از در کارخونه که میخواد بیاد بیرون، این در حقیقت یک کالای دیگری است، کالای ساخته شده هست. یعنی به صورت کالای سرمایه به صورت کالایی رو عرض کردم، سرمایه به صورت تولیدیش رو میبینیم در پروسه تولید، در فرایند تولید اساسا، و بعد کالای ساخته شده از در کارخونه میاد بیان، بعد چطور بشه انبار بشه و بعدم فروش بره که در حقیقت میخوره به پول دوباره. ام از ام به قول معروف پول، مانی در حقیقت شروع شده به ام پرایم به اصطلاح دریم به خودمون، یعنی ختم میشه که احتمالاً اگر سودی برده باشه ازش اضافی عقص شده باشه که به سودی منتهی میشه، چون سود در حقیقت چیز هست، در حقیقت تظاهر ارزش اضافی هست دیگه، این به فرم ارزش اضافی در فرم قیمت و قیمت گذاری خود رو نشون میده. ارزش اضافی مستقیما در رابطه با بسیار ارزش، خود ارزش هست که پشت قیمت وافاده در حقیقت این به این فرم هست. بنابراین پول رو یا به پول بیشتری به اصطلاح در میاره و این از این درسته ارزش اضافی رو در اینجا وقتی ام پرایم رو به اصطلاح ام از ام پرایم به اصطلاح کسر بکنیم، کم کنیم، ما ارزش اضافی رو در اینجا میبینیم که به فرم سود خودش رو نشون میده. خب حدس فرم سرمایه رو ما در این جریان دیدیم. حالا در این رابطه تکنولوژی اهمیت بسیار داره، یعنی وقتی ما صبر از پروسه تولید میکنیم به عنوان بلک باکس یا صندوقی که هیچ کس درش باز نکرده، قفله، نباید بهش نگاه کنیم، باید بریم اونجا ببینیم این چی هستش. تکنولوژی چیکار میکنه؟ تکنولوژی در اینجا در حقیقت پایه هست در رابطه با کارایی نیروی کار هست. تکنولوژی دانشی هست که در حقیقت به کار میره که سرمایه ثابتی رو به اصطلاح معمول که کار مرده بهش گفته میشه در بر میگیره که این رو در حقیقت در رابطه با کار کارگر کاراترش میکنه، یعنی تکنولوژی بالاتر کارایی بیشتری داره، این کارایی نیروی کار هست که اونو کاراتر میکنه، نه اینکه فرض کنید بگید که رابطه با سرمایه ثابت داره. خب به این ترتیب اگر ما نگاه بکنیم به مسئله، میبینیم که این تکنولوژی خب پشت به اصطلاح قیمت واسده و پشت قیمت هم ضمناً تئوری ارزش هست، یعنی ارزش تولید میشه بر این اساس.
تکنولوژی تغییر میکنه. خب چرا تکنولوژی تغییر میکنه؟ از کرده بودم به صورت رقابت هست، بر اساس رقابت هست که اینا به حال. من فقط اشاره میکنم اینجا من در مورد رقابت صحبت کردم، احتمالاً توی قسمت جلسه نهم باید باشه صحبت من هست در دوره اقتصادیاتی، و به هر حال در اون حیطه صحبتی شده است. من میخوام وقت اینجا بگیرم، فقط این نکته رو میخوام بگم که تحول تکنولوژیک است که اینجا برای ما اهمیت خاص داره. تحول چگونه پیدا میکنه؟ تعدادی از سرمایه‌دارا هستن که اساساً چه میکنن؟ که اساساً تکنیک جدید میارن که به اصطلاح رو دست سرمایه‌دارای دیگه بلند بشن. در اونجا که رو دستشون به اصطلاح بلند میشوند، تکنیک جدید رو میارن. ولی یک تکنیک بی‌سابقه‌ای وجود داره در یک جامعه ای که به صورت کلی، به صورت ابرج، به صورت معدل وجود داره در یک جامعه و متعارف هست. وقتی که نگاه بکنیم به این سرمایه‌دارانی که تکنیک جدید آوردن، سودی بیشتری هم میبرن در اون جریانات، تا اینکه فشار بیارن به سرمایه‌دارانی که این تکنیک قدیمی به کار میبرن، اونا رو با معذرت میخوام با تیپا از بازار بیرونشون بکنن، مینزن بیرون دیگه، شوخی هم نیست، و اونها رو ورشکست بکنن و غیره و غیره. میبینیم که بازار خالی بکنن این حرفا و این تکنیک جدید رو جایگزین و جانشین تکنیک قدیمی میکنن و اون رو جنرالایز میکنن، به صورت عمومی میکنن. یعنی هیچ کس دیگه با تکنیک قدیمی به قول معروف هیچ حناش رنگی نداره تو بازار، رفته یا باید بره، ضرر میده. به این ترتیب هست که این به اصطلاح ترانسفورم میشه، به اصطلاح ترانسفورم یعنی در حقیقت دیگرگون میشه پروسه یا فرایند تولید به طور کلی. خب ما این خیلی ساده هست راجبش حرف زدن. این در چه آشوبی، خود این مسئله چه آشوبی به پا میندازه؟ و اینا در حد یه سرمایه‌دار دو سرمایه‌دار نمیگیم، ما صحبت از اقتصاد کلان در حیطه کل اقتصاد داریم صحبت در این تحول میکنیم. در این جریان هست که ما میبینیم که یک تحول ایجاد میشه و ارزشی که وجود میاد، یعنی در حقیقت از نظر مگنیتود، از نظر اینکه ببینیم که چقدر هست، کمی اساسا چگونه میشه، یه ارزشی هست که در حقیقت نیروی کار کمتری درش هست، نیروی کار مرده بیشتری درش هست و اساسا قیمت هایی که در رابطه با او هست، قیمت های کمتری هست. مثلا کامپیوتر در نظر بگیرید، همین لپتاپ هاتون در نظر بگیرید، این چیزاتون در نظر بگیرید، خب انجام میشه، این فرم میشه. البته اینم هست که وقت نگاه میکنیم قیمت ها همیشه کم نمیشه، قیمت خاربار شما نگاه بکنید در این روز یه فرم دیگه شده یا بغیره شده، که اینم یک دلایل مشخص خود رو داره در. ولی ملغا نمیکنه این بحث رو. برحال این اگر دقیقا به این گونه نگاه بکنیم، میبینیم که خب این حالت بحرانیه دیگه ها، یعنی این تعدادی باید برن بیرون دیگه، سرمایه دارا باید برن بیرون، سرمایه دارا باید برن بیرون، کارگرا رو باید بنزن بیرون. یعنی در حقیقت این فشار میره به مجموعه کارگران میرسه و این در رابطه تواتی رو مشخص میکنه که بحران در حقیقت بیشترینش به اصطلاح اون زحمتکشان رو داون میکنه و برای پولاریزه میکنه، پولاریزاسیون طبقاتی میکنه. تعدادی از این افرادی رو که برحال خود پا بودند و کار میکردند و برحال سرمایه‌دار کوچیکی بودند، یعنی خود پا بودند، اونو داغونشون میکنه که اصلا از بازار کار بیرونشون میندازه و آوارهشون میکنه و کارگردشون شاد بکنه. برحال این در این پروسه بوده است دیگه. پس پولاریزاسیون طبقاتی رو میتونیم نگاه کنیم و شکاف طبقاتی رو هم میتونیم توش نگاه بکنیم، خیلی اهمیت داره اینجا. و این وضعیت تا توی بحران انجام میشه، یعنی توی فرایند جوانسازی یا ریجوینیشن، رو بذار اینجور ترجمه کنم، اون که ترجمه درستی هم نیست ولی میدونید چی میگم، ریجوینیشن آف ده سرکت آف کپیتال، جوانتر کردن به اصطلاح، جوانسازی به اصطلاح، آماده سازی، نوسازی، بذار اینجوری بگیم، نوسازی به اصطلاح پروسه روند تحولی تولید ارزش اضافی رو فرمولی میکنه در این روند. حالا مارکس چی میگه؟ مثلا اون اینکه مارکس ببینیم چی میگه. مارکس میگه که یک تکنیک میاد، تکنیک جدید میاد که بهش میگه که به اصطلاح خدمتون که عرض بشه تکنیکال کامپوزیشن.
پوزیشن آف کپیتال هست. خب تکنیکال یعنی چی؟ یعنی در حقیقت فرم سرمایه که به فرم تکنیکی به خاطر تکنیک جدید این فرم گرفته و این سرمایه که در اثر تکنیک به اصطلاح خود رو نشون داده در این چارچوب اساساً تکنیکال کامپوزیشن آف کپیتال بهش گفته میشه. حالا خدمتون که عرض بشه در مورد در رابطه باهاش ارگانیک کامپوزیشن آف کپیتال داریم، یعنی در حقیقت فرم سرمایه که به صورت ارگانیک این به هم پیچیدگی سرمایه خود رو نشون داده که درست رابطه به اصطلاح تکنیکی رو که جدیداً به وجود اومده در آینه به اصطلاح یک ارزش قدیمی نگاه بهش بکنیم، میبینیم که به صورت ارگانیک کامپوزیشن کپیتال خودشون نشون میده. و در این وضعیت اگر که ما نگاه بکنیم در رابطه اون، بعد یک چیز دیگر هم تشخیص میده که value composition of capital هست، یعنی در حقیقت در همپشوردگی و چارچوبه ارزشی سرمایه هست. در این مورد این ستا رو تشخیص میده با هم. خدمتون که عرض بشه در مقایسه این سه قسمت، در مقایسه این سه تا چیزی که اتفاق میفته از سه دید مختلف، ما میبینیم که موقعی که این تکنیک خود رو نشون میده در رابطه با ارزشی که موجود بوده به طور متعارف وجود میامده و این ارزش رو تغییرش میده، این سرمایه داران جدید تکنیک جدید رو میبرند به بسیار پروسه تولید و همگانیش میکنند، یونیورسالش به اصطلاح میکنند، در اونجا هست که در حقیقت به یک فرم ارگانیک به اصطلاح فشردگی کامپوزیشن کپیتال به اصطلاح کامپوزیشن یعنی در حقیقت اون ترکیب به ارگانیک سرمایه اساساً به اصطلاح چطور میشه بالا میره. این که مارکس صحبت میکنه ترکیب ارگانیک سرمایه بالا میره به این علته. ولی موقعی که این تکنیک جایگزین تمام تکنیک های قدیمی میشود، اون است که دیگه ربطی نداره و تولید معمول وستان تولید ارزش جدیدی ایجاد کرده و دیگه تکنیک کلی همگانی شده و اساساً این خودش یه وضعیت رو نشون میده که در این پروسه بحران که سرکت یا مدار سرمایه شکسته، خب مدار میشکنه دیگه که داره سرمایه داره باید برن بیرون دیگه و اساساً یک حالتی ایجاد میشه که به اصطلاح بلبشو میشه و این آنارکی پروداکشن که گفته میشه آنارشی پروداکشن تولید در همین جاست که مشخص میشه. به این ترتیب هست که ترکیب ارگانیک دیگه بالا رفته و بعدم وقتی تولید جدید انجام میشه دیگه ترکیب ارگانیک بالا رفته معنی نمیده و نرخ سود پایین میفته. اینجاست خیلی مهمه، وقتی میگن ترکیب ارگانیک بالا رفته بعد در رابطه با نرخ سود با وصلا پایین افتادنش هست، ده سال زیادی شده 40-50-60 سال مقدر چیز نوشتن به نحرفا به این ترتیب است. ولی موقعی که یک وصلا فرم ارزش جدید ایجاد میشه، این ارزش جدید در رابطه است با نرخ سودی که دیگه در حد متعارف شده دیگه پایین نیفتده، پایین افتاده بود دیگه موقعی که ارگانیک کامپوزیشن کپیتال یا به اصطلاح ترکیب ارگانیک سرمایه بالا رفته بود، در رابطه با به اصطلاح حد ارزشی که قد متعارف قبلا وجود داشت ارزش قدیمی دیگه نیست، نه ترکیب ارگانیک دیگه معنی میده حالا پایین افتادن یا بالا رفتنش، نه پایین افتادن نرخ سود معنی داره. نرخ سود پایین افتاده بوده تا اینها درست بشه، یعنی یک به اصطلاح ارزش جدیدی ایجاد بشود در سیکل پروداکشن، در
در حقیقت در اون بالا رفتن و پایین آمدن تولید دوره ای در حقیقت که چهار تا قسمت هم داره، تو بهش میگن بیزنس سایکل عملا توی اقتصاد متعارف. پس امیدوارم این درست گفته باشم. به هر حال این را احتمالاً تو اقتصاد سیاسی دورش بیشتر گفتم، فقط اشاره بکنم که وقتی صحبت میشه که نرخ سود پاین افتاده، به بعضی از افرادی که به هر حال چپگرایان درست حسابی هستن اساساً خب به هر حال به مارکس شاید هم اقتدا بکنن و غیره و غیره، که همکار خود من آقای مزلی این کار میکنه، میرن نگاه میکنن ببینن بحران ها چجوری بوده است و دوران طولانی بودن نرخ سود پایین افتادن و از مثلا ارزش های شهید در نظر میگیرن که همتون میاد پایین و پایین و پایین. این نادرسته و اساساً در حیطه بحران هست که نرخ سود رو هم که پایین افتاده ریستورش به اصطلاح میکنند، در حقیقت دوباره به همون نحوه معمول به سویه در اون جامعه در اون اقتصاد میاندید به اون ترتیب به اصطلاح استوارش میکنند. خب این فرم مارکس هست در حقیقت که گفته شده که بحران ها در حقیقت بحران هایی هستند که ارزش قدیمی رو به اصطلاح ملغا میکنن و ارزش جدید رو جایگزین میکنن بر اساس تحولات تکنولوژیک و وضعیت هایی که اتفاق میفته و این به اصطلاح تحول ارگانیکی در به اصطلاح انباش سرمایه انجام میشه. اینا رو عرض کردم که به اصطلاح رابطه علت و معلولی بحران رو از انباشت بتونیم بیرون بیاریم که بحران سراسری چگونه به اصطلاح به فرم این بانکایی که میبینیم در نظر بگیرید که خب از بانک‌ها شروع میشه دیگه، از این جریانات شروع میشه که از خواهم کرد در این فرم. من فقط هم این نکته رو فقط بگم که تمام این تئوریایی که داده شده در مورد توزیع داده شده بود، در مورد به اصطلاح کمی مصرف داده شده بود، در مورد به اصطلاح زیادی تولید داده شده بود، در مسئله به اصطلاح تعارض بین دپارتمان یک و دو داده شده بود، تمام اینا به صورت یک کاتالیزور هستند، یعنی سیمتوم هستند. این دوست مثلا سرش درد میگیره دور از جون همگی، بعد طرف میره دکتر دور از جون همگی میگن که تو این همین آسپرین رو بخور خوب میشی، یا یعنی که بهش میگن متاسفیم تو از جون هم بگیر سرطان داری. ها این سیمتوم هست، نمیدونیم چیه، باید ببینیم چیه، باید ببینیم چیه، همینطور نمیتونیم نگاش کنیم بگیم همین هست، خود هماهنگی کردیم اگر بکنیم. بنابراین بیشتر افراد، بیشتر عناصر، بیشتر همین مبارزین، بیشتر همین به اصطلاح لیتریچری هر چیزی که نوشته شده در این مورد نگاه بکنید، اگر تکیه میکنه در مورد رابطه علت معلولی بحران بر اون عوامل که عرض کردم، اون نوتوری هایی که عرض کردم، فرن نوریکاریانش و فرن ریکاردو یا بقیه کینزش در حقیقت نگاه میکنیم، میبینیم که اساساً به فرم کاتالیزور هستن. اینا درسته تولید زیاد میشه، همون کاری که انجام میشه با فرم مارکس نگاه بکنید میبینید که تولید هم زیاد میشه، تو بازار میمونه، خیلی هم نمیتونن بخرن، ولی این به خاطر این نیست که تعدادی نمیتونن بخرن، اونجوری میشه، اینطوری میشه، ولی تعدادی هم نمیتونن بخرن، این گونه باید نگاه کرد و تولید دستی میشه، بسات میشه باید. و این ترتیب اگر نگاهش بکنیم اهمیت داره. حالا اجازه بدید من با این مقدمه‌ای که گفته شد خیلی اهمیت داشت که این رو عنوان بکنیم، چرا انباشت؟ چون بعضی صحبت میکنم خب بانک‌ها بوده دیگه، بهش صحبت میکنن میگن که این سرمایه‌ای است که به اصطلاح فیکتیش کپیتال هست، سرمایه‌ای است که بعضی هم گفته بودن موهومی که نادرست است، قلابی، سرمایه قلابی هست، ها این سرمایه نیست که در حقیقت تولید ارزش اضافی بکنه، همینطور از این دست به اون دست میگرده، همینطور از این بانک به اون کار کاری کردن دیگه، اولا میبینید که این کاری کردن که این کار میشه. چرا؟ یک، رابطه با بانک ها و اینا چیست؟ چرا در حیطه به اصطلاح سکتور بانک ها و در فرم پولی و مالیش ظهور میکنه بحران؟ یک سوال این هست. سوال دوم این هست که سوال اصلی دوم این هست که خب چگونه اینا وقتی دست به دست میکنن، این دست به دست کردن اینا از کجا میاد؟ خودشون این دست به دست میکنن، چرا دست به دستش میکنن؟ درسته برای این که سود بیشتری ببرن در حد بسیار شخصی، ولی خب ما اساسا باید یه تئوری داشته، اساسا باید یه چارچوبی داشته باشه. پس ما وقتی برمیگردیم
بخوام سوال اول جواب بدیم، چرا از بانک ها، چرا از این حیطه بساز سرمایه مالی خود نشون میده، این است که اساسا شما در مجموعه بحران های بسیار عظیم هم که نگاه بکنید، حالا این در بحران های دوره ای بود، بحرانی که عرض میکنم ما درش هستیم بحران بزرگ هست در حقیقت، که چندین بحران دوره ای رو در بر میگیره اساسا، و این بحرانی هم که دوش هستیم به نظر من و یکی دو سه نفر از همکاران بسیار شایسته من در حقیقت که کار کردن اینجایی که انور شیخ هست اساسا، این بزرگترین گریت دیپریشن، مثلا این گریت دیپریشن یا بحران بزرگ قرن 21 هست، من اعتقادم به همین هست. حالا این که این چرا از بانک ها شروع میشه، این است که اساسا ما میبینیم که تولید ارزش اضافی در به اصطلاح در پروسه یا به اصطلاح فرایند پروداکشن یا تولید، چون که سریع انجام شده با تغییرات تکنولوژی که بسیار بسیار زیادی در حال حاضر عرض میکنم زیاد انجام شده و تولید ارزش اضافی است، و وقتی تولید سریع انجام میشه یعنی سریع هم بدون ارزش میشود، این سرعت بدون ارزش شدن و سرعت ارزش پیدا کردن رو در تولید نگاه بکنیم، از کرده بودم تو بحثای اقتصاد سیاسیم که مثلا کامپیوتر رو مثال زدیم که از در کارخونه میاد بیرون، بعد هم نگاه میکنیم این دو ماه بعدش اصلا ارزش آنچنان نداره، چون دیگری چکارش کرده، پیش دستی کرده تکنولوژی جدیدی، و از در همون کارخونه، همون کارخونه که همونو میسازه باز بیرون میاد. یعنی در حقیقت این باز یک چارچوبی است، یک نگاهی هست به مسئله رقابت هست که این کمپانی با خودش رقابت هم میکنه. چرا با خودش رقابت میکنه؟ به خاطر که از رقابت دیگران میترسه، هم پیش دستی میکنه. این هم در نظر بگیریم، من نمیخوام وارد مسائلش بشم، فقط اشاره بود. بعد برگردیم به اینجا، چرا از این مسائل به اصطلاح بانک ها شروع میشه؟ وقتی پول میاد در حقیقت بخواد در گردش قرار بگیره، ارزش اضافی، خب این ارزش اضافی که هست با توجه با سرعتی که ارزش بی ارزش میشود، پول رو هم که در دست یا اعتبار هم به طور کلی در نظر بگیرید، پول اعتبار با هم هست، در هم در نظر بگیریم اون بی ارزش میشود. پس باید چیکارش کرد؟ باید به گردشش انداخت. پس مذارت بخواد باید به هم انداختش، این کلمه رو ببخشید به کار میبرم، اینجا همینطور انجام دادن دیگه، همینطور به سرا از این دست به اون دست کردن با سرعت هرچه تمامتر. حالا دو نگرش وجود داره اینجا. یه نگرش این هست که بعضیا میرن برمیگردن به صحبت های قرن اوائل قرن بیستم و صحبت از سرمایه مالی می کنند. سرمایه مالی که در اون زمان تازه از به اصطلاح حیطه نظام کشورها بیرون رفته بوده و بر این اساس به طور کلی به اصطلاح گلوبلایز داشته میشه، اینترنشنال به اصطلاح حالت بین المللی به خود گرفته بوده، اصلا صحبت میکنند. و بعد هم دیدیم که هابسون صحبت میکنه، لنین صحبت میکنه، دیگران صحبت میکنند، و این سرمایه مالی رو هم که الان میبینیم با دید مانتی ریویو اگر نگاه کنید، همین سکول مانتی ریویو که به حال این دوستان رفقایی هستن که برای سوئیزی اومدن و ضمناً اینا اوضاعشون بعض دیگری داره، نمیخوام واردش بشم، هر سوال از این مسئله میکنند به سرمایه مالی است و برابر میگردن به لنین و این سرمایه اون سرمایه مالی نیست، سرمایه مالی دیگری است که در حقیقت در حیطه گلوبالیزاسیون سرمایه در جهان به صورت فراگیر، انباشت فراگیری جهانی ایجاد شده و بر این اساس هست که یک کیفیت دیگری است. یک دوم، بر اساس تغییرات تکنولوژی که بسیار سریع، لحظه‌ای حتی با سرعت هرچ تمامتر که تولید ایجاد میکنه، که ارزش ایجاد میکنه و سریعاً ارزش زدایی میکنه هست، این هست. یعنی برگردیم به تولید، که اون وقت مسئله این به اصطلاح بانک ها مسئله سرمایه به فرم پولیش رو در نظر بگیم. یادمونم باشه ما سرمایه مالی نداریم، ما سرمایه تولیدی نداریم، ما چیزی به نام سرمایه کالایی نداریم. اینا وجهای سرمایه هستند که در صحبت میکنیم. این وجوه سرمایه هست، سرمایه به معنای عمومیش، که وجهای خود رو نشون میده در مدارهای
جای خود حرکت میکنه، به اون مداری که عرض کردم بسیار متکامل میکنه یا میشکنه، در بحران شکسته میشه. پس به این ترتیب هست که وقتی پول میاد، این پولی ارزشی داره ها، بر اساس اون ارزش که ساخته شده است. این ارزش زدایی است که پول رو بی پول میکنه، پول رو کمتر میکنه ارزشش. به این دلیل هست. حالا دلایل دیگری هم شخصی ممکنه وجود داشته باشه، سوجویی های خاص یا چیزای خیلی خیلی کناری، ولی اساس کلی به این است به طور عمومی که اینا به این علت است که پول رو هم در اون حرکت میندازه. یعنی یه هیته جدا از تولید نیست این هیته بانک ها، این هیته به اصطلاح سرمایه مالی تنگاتنگ با اوست. خیلی هم تعجب هم نباید کرد که این کاری کردند ها، باید هم این کاری میکردند و لازم و ملزومش هم هست. و این سرمایه به قول مارکس صحبت میکنه به میگه فیکتیشس کپیتال، بعد یه صحبت میکنم میگن این فیکتیشه چندی چند قلابی دیگه مثلا، یا به مهمومی گفته بودن که نادرسته. برقال این فیکتیشه هست، این علت فیکتیشه بهش میگن که از تولید ارزش اضافی درست نشده سودش سودی هست که بهش میگن سود بر الینیشن. تو مارس نگاه کنید صحبت میکنه میگه که از این که در هیت توزیع این سود میتونه وجود بیاد، این سودی نیست که اون سود اساسی رو که بر اساس ارزش اضافی است که ما صحبت میکنیم و اساس کلی هست که به این سود هم منتهی میشه، دو تا چیز مختلف هستند. برحال پس از بانک ها شروع میشه، به خاطر که مجموعه رو وقت نگاه کنیم، سرمایه مالی رو نگاه بکنیم، سرمایه مالی نمیتونه جدا از سرمایه تولیدی باشه. سرمایه تولیدی هم که میگیم وجوه سرمایه است، نه که سرمایه تولیدیه، نه، این وجوه مختلف سرمایه است به عنوان یک رابطه فراگیر سراسری عظیم اجتماعی در سطح جهان الان در دوران گلوبالیزاسیون. و این است که فراگیرم شده، این است که مجموعه آتش میزنی اینجا، یه مطبع حضورتون که عرض کنم میره تا بمبئی، میره تا ایرلند، میره تا جای گوشای دنیا. و اساساً حالا بعد میگم این نکته هم راجع به اینکه چگونه در آمریکا شروع شد، یه نکته خاص عرض میکنم که بعد بتونیم بحث خط کنیم خدمتتون که عرض بشه. در این مورد هست که چرا از بانک ها در 1930 هم از 2930 در آمریکا از بانک ها شروع شد، وال استریت و غیره بعد شروع شد، باید هم این گونه بشود. این چیزی که به چشم میخورد بیشتر به اصطلاح انجام انزمامی تر نگاه بهش میتونه آدم بکنه، نگاه بکنه بهش گوی که در حیطه ابستر هم هست، مثلا به سرمایه به فرم مالیش ابستر هست، پشتش خیلی چیزهای پیچیده هست، این چیز انزمامی که ما نگاه این هست که این که الان چگونه شد، چه وضعیتی اتفاق افتاد در این مورد. من نزدیک به تموم شدن وقتم هستم، اگر اجازه بدید 5 دقیقه یا 6 دقیقه صحبت به این مسئله این که بحران چگونه پا گرفت. خدمتتون که عرض بشه در این مورد ما دیدیم که اساسا از جریانات به اصطلاح خانه سازی در کالیفرنیا شروع شد و این جریانات خانه سازی در کالیفرنیا بود که بهشون میگن سب پرایم به اصطلاح هاوسینگ، اینترستینگ حرفایی وجود داشته، مورگیجایی که به اصطلاح این رهنهای خانه های رهنی، این به اصطلاح قرض هایی که به بانک های عظیم مردم داشتند و این که خانه هایی که همینطور قیمت رو فکر کردن بالا میره و یک مرتبه اینا ارزیابی کردند و به اصطلاح پول دادن و قرض گرفته شده و غیره، قرض هایی که نتونسته داده بشه و بعدم این قرض هایی که نتونسته داده بشه و این وضعیتی که بانک ها داشتند که در حقیقت پول رو همینطوری اعتبار رو بر اساس اعتباری که خودش پایه ای نداره اعتبار درست کردند، که بعدم به صورت مشتقات به اصطلاح مالی این رو فرمولی کردن که باز میتونید توی صحبت ازش صحبت بکنیم، به این فرم انجامش دادن، به این گونه شد که از بخش مالی و بانک ها یه مرتبه بعدن رفت به تولید رو هم فرا گرفت. یعنی از تولید به نظر من، حالا این که به صورت انضمامی هر چیزی اتفاق میفته و بعدم در حقیقت
بحران رو دامن میزنه. ولی این که در چارچوب تولید جهانی این بحران منتظر جرقه ای بوده از این جرقه بوده است به نظر من که زده به انبار باروت و به این ترتیب است منتقل شده در تمام جهان. چرا منتقل شده بر تمام دنیا با سرعت؟ به خاطر که بانک ها در حقیقت فراملی شده بودند. به خاطر که نگاه بکنید در دهه 1970 اواخر 70 نگاه بکنید میبینید که دیرگولیت کردن بانک های آمریکا رو و جای دیگر هم همینطور بعدن کردن و بعدن هم همه چیز بدون این چپت و بحث شد به اصطلاح. و این در رابطه این شد که حرکت سرمایه رو در حقیقت در رابطه با هم قرار دادن در مجموعه جهان قرار گرفت. به این حرکت گلوبالیزاسیون که میگیم در حقیقت هم در رابطه با این چیزهایی که انزمامی میشه دیرش نگاه باید کرد، هم از نظر تئوریک باید بهش نگاه کرد. اساسا به این گونه بوده که اینها در حقیقت پخش شدند. یعنی بانکی رو که بانک آف امریکا گفته میشه دیگه بانک آف امریکا نیست دیگه، این بانک جهانی هست و دیگران و دیگران و دیگران. نتیجه میخوام بگیرم بحث من این است، حالا امیدوارم که بتونیم خلاق این رو ادامهش بدیم و نظر رفقا رو دونه دونه بدانم من اینجا و به هر حال از هم چیز یاد بگیریم. خدمتتون که عرض بشه نتیجه کار من این بود که اساس کلی رابطه معلولی، رابطه علت و معلولی رو در مورد بحران باید نگاه کرد. یک، دوم، بحران از تولید شروع می شود، ما باید پروسه تولید رو بهش خیلی اهمیت بدیم و از اونجا نگاهش بکنیم. سه، تولید سرمایه‌داری در حقیقت در یک چارچوبه هست که در پروسه تحولی خودش تحولات تکنولوژیکش باعث که سرکت یا به اصطلاح مدار سرمایه بشکنه و این مدار شکستن سرمایه یعنی بحران، یعنی شروع بحران هست. و بحران هم در حقیقت یک چیزی هست که در حقیقت در یک پروسه، در یک فرم تحولی به اصطلاح نوسازی فرم سرمایه کمک میکنه. سوم، در مورد مسئله بحران اخیر، بحران عظیمی است که از حیطه به اصطلاح بحران‌های دوره معمولی سرمایه‌داری گذشته و صحبت از گریت دیپرشن باید بکنید و بحران بزرگ هست که معادل بحران قدیمی در قرن بیستم هست و این اولین بحران به اصطلاح همه‌گیر جهانی در قرن بیستم هست که در سه فرم سرمایه و در مدارهای سرمایه همه به اصطلاح ترانسنشنالایز یا فراملی شدند. در اینجا من دیگه میکروفون رو به قول معروف رها میکنم، در خدمتتون هستم برای بحث خلاق. خیلی ممنونم، مرسی سیروس عزیز، واقعا خسته نباشید.